از قول من از مامان پری خدافظی کن. من برم. این تو ماشین جا گذاشتی. سرتون خیلی درد میکنه؟ نه با چیزی نیست. اگه هم خواستین از شاکر رضایت بگید من هستم. الان بریم تو. خدافظ. خدافظ. میگم کی باورش میشه؟ چند بار این خانواده رو من دیده بودم. اصلا این حرفا بهشون نمیاد. بابا حدیث من یه وقت بروش بیاری ها. اون بچه خیلی پاکیه بهت بگم. حالا هر کاری پدر مادرش کردن اصلا با اون مربوطی نیستش. حواسم هست بابا جون. حسام داره میاد. شما هم اگه میشه چیزی بهش نگی. بابا جوونم ول کن تو رو خدا چیزی نگو بهش. چه معنا داره وقتی بزرگتر از دخالت میکنه؟ صلوات بفرستین تو رو خدا. کم امشب شهر داشتیم؟ آقا منوشیر را بیفت بریم دیگه. بیا بالا. تو قوره کشه فردا اسممون در میاد پولشو میدم بهت ببری واسه خرج دوا دربون پدره. باشه مادر. قصه چیو میخوری ها؟ اونم که نشد میگم یکی بیاد روی قالیچه قیمت بذاره میفروشیمش پولشو پیش پیش میگیریم میدم بهت ببری واسه پدره. بعدم این دایی خیر ندیدت میاد یه گوشه کارو میگیره دیگه. باشه باش. بچه تفلک تو این سن باید به چه چیزایی فکر کنه. خدا خدا درستش کنه. Çipti dara, sen bir devlette kızı, ben de fakir bir oğlana. Dorap! Dorap! آقا برام گفت بار احمد آباد خیس بوده درصد خورده. چرا کم نکردی؟ حواسم نبوده حتما. بگو حساب کتابم کم کنه. با کی دعوا کردی بریم بالا سرش؟ چی شده؟ دعوا کردی؟ چیزی نیست. No salgo.
خستم بسرد. کامیون ها الان راه افتادن از توی کارخونه. دستور چیه قربان؟ دستورشون رو مشخص کنید. به اولین عوارضی هم میگید لیست بازرسی بذارم. بله. ماشین هایی تو جاده هم بگردن که کسی شک نکنه. بله بله. ای بابا چی شده؟ باید برم شرکت. این وقت شب؟ آره دیگه پیغام اومد باید برم شرکت. منم میام. کجا میره؟ من فرض بیمارستان نداریم. چرا بعد حوصله‌ام سر رفته؟ از موقعی که کیان رفته حوصله‌ام سر رفته. میام عزیزم. چهار تا راننده با هم دیگه درگیر شدم. تو میای اونجا چیکار کنی؟ قبلنه دروغ نمیگفتی؟ قبلنه تو هم شک نمیکردی؟ مشتبا با چند تا از راننده ها جلو در گاراژ دعوای سوری را بندست. من دو دقیقه دیگه میرسم.
نکن دیگه اینقدر این برون بر میکنی توپو. آقای ارجایی چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ داداش دارم فوتبال نگاه میکنم. داداش دارم فوتبال نگاه میکنم. دو دقیقه آخرشه. نشسته فوتبالش نگاه میکنه. جون راسه. الو. الو الو. بگو الو. یعنی چی؟ هیچی پیدا نکردن؟ باشه رسیدی خبر بده. چی میگه این؟ میگه چی پیدا نکردن که؟ اینا تا مطمئن نشدن فکر کردی اینقدر احمقن که بیان بار جابجا کنن. یعنی چی؟ داداش همش نشسته بود. نشسته؟ اون وقت تو الان داری به من میگی؟ من سه روز خواب و خوراک ندارم الان داری به من میگی نشسته بوده؟ بابا عجب آدمی هستی تو. به هر حال بعد اینا رو راضی میکردم که تو همه جوره با من همراهی. الان راضی شدم. بفهمم. یعنی چی؟ من نمیفهمم. یعنی یه مدت نمیشه با ماشینای شما کار کرد. مدتش هم کم نیست. این یعنی چی؟ یعنی این وسط همه ضرر میکنن. ولی تو از همه بیشتر. فعلا هم ماشینای جدیدت وارد نمیشه. چی برای خود چرت و پرت داری میگی؟ من رو ماشینای جدیدم حساب کردم. 50% سرمایه‌ام خوابوندم اونجا. آروم باش. با پول تو بوده و کمک شهرسواری. الانم که شهرسواری به تو شک کرده، یعنی 50% کار میلنگه. بعدش هم جهان جون یه مدت سرک زیاد کشیدی به کار اینو. یه مدت که سرت به کار خودت باشه ببین که شهرسواری برای چه ریخت و پاشی میکنه. من این همه مدت براشون جون نکردم که وقتی میخوامشون پشتمو خالی کنن. اونام این همه سال به تو خدمات ندادن که الان گم بزنی توش. بعد یه سری کارهایی کردی که اونا نمیدونن و من میدونم. بنابراین همه چیو بسپار به من تا درستش کنم. دست تو سپردم که اینجوریه دیگه. آقا ناراضی همین الان بگو من ولش کنم. میدونی همین مدت بابت این کارات چه ضرری به اعتبار ما زدی؟ این ماشینا اگر تا شب عید نرسه اعتبار شرکت من از بین میره. میدونی چند تا قرارداد بستم؟ آقای جهان فعلا نمیشه کاریش کرد برادر. یا بزن هر صفو. آخ 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 چه حالی پیدا کرده این خونه. خودش شکرت هرچی که خیر. گفت آدمی زاد دلش خونه میگیره به سنگ و آجر و میکان جان جان قربونت برم حواستون به پری جون باشه. هی از این خونه بره دق میکنه. من میشناسمش خم به ابرو نمیاره ولی تو دلش گوغاییه که نپرس. اومدم پری جون اومدم. خیلی حواست بش باشه. نیکان نیکان بیا برای شامتون پختم. به به دست درد نکنوش جونت. نیکان تو پای کجا گذاشتی؟ بده من ببرم. نه خودم میبرم. چرا؟ خب بده من ببرم. نه میبرم خودم. تو چایی بریز دست درد نکنوش. احمدی اینو لطفا بدین طلعت خانم. طلعت جون اینو قصه من. طلعت جون بفرم. طلعت جون خدیج خانم نتونست اینو قصه‌شو داد من بدم خدمت. و ایشالله که هایش بله ممنونم. من بشم ایشالله. خب همگی آماده این؟ بله بله بیاسیم طلعت جون. طلعت جون من برای که کجا بیدن ندارم بازم پاسه داشت کن بیدتون سهر خانم آیسا بیا برو پیش مامانت. آفرین کیا پاشو ببین الان میری تو. خب یه سری توپ اونجا. اون توپی که یخه رو برمیداری فهمیدی؟ آره. کدوم توپ رو برمیداری؟ اون توپی یخه. آفرین بیا برو. خانم برای شروع قرعه کشی یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 15 نفر درسته. فقط شنگ خانم نیامده که پولش رو فرستاده. کیان جان بیا خاله بیا بیا اینجا. نیکان تو چرا سر کار نرفتی پس؟ من خواستی که رفتم. خب من که بودم دیوونه جاد چرا خواستی که رفتی؟ دیده تو
میکنی یه توپ در میاری ببینیم اسم کیه. برمونه تو الهی با امید تو. چی شد بابا؟ چی شد بابا؟ ببخشید میشه یکی دیگه برداره؟ کیه یه دقیقه بیا کارت دارم. چی شد؟ بسی برداری؟ بیا کارش دارم ببخشید. چی کارش داریم؟ چی شد بابا؟ یا ایسان بیا 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 خب چی شد بابا؟ چی شد بابا؟ آفری شماره 4 قدم خانم مبارک تو مبارک مبارک شما شاید استفاده کنم. من این پولی ماه نیاز ندارم. شما ببرین. نه نیاز نه خودت. نه خواهش میکنم. شما نیاز داریم شما ببرین. خیلی چه بینشن. نمیدون چه باری رو دوشم برداشتین. من دخترم خواب ماست. همین روز است که بچهش به دنیا بیاد. واقعا نیاز داشتم. مطمئنی خودت لازم نداری؟ بله خودم لازم. شما برم بکنم. خیلی من زنده باشم. سلام نیکان خانم. بهتر شدید؟ واسه میگم سامان واسه کافه‌اش دکور جدید زده. خودم سرم شلوغه. نمیرسم. گفتم ببینم شما وقت دارین انجامش بدین. سامانم بچه خوش حسابیه. خودم ایفه این کار از دست بره دیگه. اگر این کار بودین حتما بهم خبر. فعلا بریم؟ آره بریم. نیکان خبری نشد؟ چرا؟ خوشحال بود. دیوونه ای حساب. چرا؟ تا چند روز پیش همش داشتی روی این پول حساب میکردی. الان نمیدونم چی شده. اون بیشتر لازم باشد. من الان موندم تو پول این پایان نامه و مسابقه رو چجوری میخوای بدی؟ جور میشه دیگه. خدا بزرگه. بابا که وام داره. اصلا رو بابا نمیشه حساب کرد. جور میشه. ببین. حساب. بیا بالا. سلام. سلام و خسته نباشی. ما خسته. سلام. چی بش؟ چی داریم میگی؟ چی میخواین از من؟ اینا به زرج بکشم که تش با بدبختی بتونم دست ها برسونم به دهنم؟ نمیخوام. من یه آدم نصف و نیمه هم. من تموم شدم. دست از سرم برداریم. ترحم کردنتون رو نمیخوام. حالم از دل سوزیتون به هم میخوره. برید بیرون. نمیخوام حرف بزنم. برید بیرون. من آدم میشناسم که دست و پا نداره، با دهنش داره نقاشی میکنه. الان نمیفهمی، بعدن متوجه میشی که با همین دست و پای نصف نیمه چه کارایی میتونی بکنی. نگران نباش. من هم خدمتون رو عرض کردم، باید فیزیوتراپی رو شروع میکردیم. عضلاتش خیلی ضعیف شده. من صدر رو اگر بیشتر از این که حرف میزد گوش کنه خیلی اوضاعش بهتر از این میشد. آقای دکتر دیگه شرایط شما درک کنیم دیگه، کاری دیگه این نمیشه کرد. خیلی لطف کردیم. کاش حکم داد کاش دست سلام بود.
گفتم یه عمر یه دست و پا زندگی تو به این چه حال میده. میشه ببخشینشون؟ همون کاری رو باهاشون میکنم که با من کردن. امروز میخوام هر چه کتاب بخونم. حیف این کتاب ها نیست؟ اکثر اوقات به نظرم میرسد برخورد میان انسان‌ها مانند از کنار هم رد شدن قطارهایی است که بدون توجه به عمق شب می‌روند. ما نگاه‌های سطحی و هیجان زده به دیگران می‌اندازیم که پشت شیشه کدر در نوری تیره نشستند و هنوز وقت نیافته‌ایم به آنها دقت کنیم که مجدداً از میدان دید ما خارج می‌شوند. آیا واقعاً یک مرد و یک زن بودند؟ دنبال خانه می‌گردیم. آره، ولی خیلی گرونه. تا ته تهران رو گشتم، چیز پیدا نکردم. آیا واقعا یک مرد و یک زن بودند که مانند یک شبح در قاب روشن پنجره به سرعت رد شدند و از هیچ پدیدار گشتند و به نظر رسید که بدون هدف و مفهومی دوباره وارد آن تاریکی خالی از انسان شدند؟ آیا آن دو یکدیگر را می شناختند؟ خدا رحمتت کنه حسن آقا، جات خالیه. حیف این خونه نیست پری جون. سیما و سیامک نمیدونن ها، اگه بفهمن بد میشه ما بهشون نگفتیم. بلکن بابا، سیما بفهمه چیکار میکنه ها؟ اصلا چیکار ادستش بر میاد بچه؟ سیامک هم همون بهتر که نفهمه. بفهمه میخواد تماس بگیره با سیروس و بیا و درستش کن. اون بس خودش بعدم میفهمه یه دو سه روز خالش بده بعد بشه. خود دانی. طلعت جونم. میگم میخوای نرم. چه از خدا خواسته؟ پسی مگه پیش تو بد میگذره؟ اولم خوب میشه. بیا اینو من درست کردم برای نوت.
که بعد از مرگ من نگی که نگاه کن این پری هوای منو نداشت، ولی من این همه مواظبش بودم. چطوزی چیکلو چیکلو چیکلو. تو تا حلوای منو نخوری یا هیچ اتفاقی نمیفته، از این حرفا نزن دیگه. منشم باید اول کادوی عروسی رو بدیم بعد سیسمونی. خبریه؟ ای چرا به من نمیگی؟ که؟ کی؟ صاحب کار مرزی ازش خواستگاری کرده. خب آره، بعد گفت خونمونم بزرگه، مادرت باید پیش ما زندگی کنه. راست میگی. ولی من نمیخوام سربارشون باشم. مرزی هم میگه تو نیای من جواب رد میدم. هرچی خیر باشه انشالله همه میشه. چیگونی 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 من برم مواد اولیه رو میارم کارگاه آماده کنم ببرم مغازه. سلامت برم، مراقب خودت باش. چیگونی 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 چیگونی. بخش نیست که سعی می کنیم توسط آن روی گذرا بودن مخرب را بپوشانیم و آن را از خود دور کنیم، زیرا تحملش در هر لحظه امکان پذیر نیست، مگر هر لحظه با دیگری تفاوت ندارد و هر تغییر نگاهی. ولی ما مدت درازی مقابل افرادی می نشینیم و به صدا در می آورد. ببخشید. الو سلام، خوبی؟ اومدی اینجا؟ الان مگه ساعت چند رسیدیم؟ دیدمتون. باشه من چند دقیقه دیگه میام. خداحافظ. دوست دارین از این بعد هر روز براتون کتاب بخونه؟ آره حتما. پایی منتظرتن اگه میخوای برو. خانم رافع من میتونم برم؟ آره عزیز برو، فقط شنبه زودتر بیا، خیلی کار دارم. چشم. خدا حافظ. خوش اومدی. چی دکتر امروز میگفت هفته دیگه پروفسور سمیه میاد ایران، خواهم ازش وقت بگیرم بریم پیشش. نه اونو هم نیاری. یا خونه منو که هنوز اجاره ندادی؟ نه چطور مگه؟ این دختر نیکان دنبال خونه میگرده، خیلی گرفتارم. بفرستشون برن اونجا. دوباره محبتت زد بالا. گفت چه سبک دکوری میخواد؟ سامانه که میشناسی، هرچی ارزون تر در بیاد همون سبکی میخواد.
از پسش برمیاد. دیوونه که نیستم دکوراتو خراب کنم، کارش عالیه، تازه خودم هم حواسم بهش هست. ببین من رو حساب حرفتو دارم قبول میکنم. خیالت راحت باشه، فقط قبل شروع قسطو میدی دیگه. باشه من قسط میدم، اصلا چک زمانتم خاص بهش میدم، فقط قبلش یه طرح باید بزنی من ببینم چی کار میخواد بکنه. آقا سامان، من که واسه اینجا کلی ایده دارم، خیلی میشه روش کار کرد. شما چی؟ ایده ای؟ نظری؟ پیشنهادی؟ من که نظر خاصی ندارم، فقط هرچی ارزونتر تموم بشه برام بهتره. شما خیلی آدم خوبی هستی. لطف داری. بریم به سلامت. شما بفرمایید داخل. خداحافظ. خداحافظ. شهرام اگه چی شده؟ مادر سحر گفتش که بابای سحر کم کم به خاطر حرفای داداشش داره نرم میشه، بعد دیگه اگرم که اون قبول کنه دیگه سحر روش نمیشه تو روی باباش حرفی بزنه که بگه من میخوام سیامک و الا بلا. حالا البته ناراحت نباشه، من درستش میکنم، ولی اینجوری اوزه. من یه سحر رو خواستم تو این زندگیم، خدا شاید اگه بخواد به هم بخوره میرم اصلا خودم رو گمگور میکنم. دیگه حالا تو هم جوش نزن دیگه. باشه مام پدر، شما کاری نداری، من بهت زنگ میزنم بعدا. خدا نگهدارت مادر جون. خداحافظ. چیکار کردم؟ چرا گفتم خب این بچه بیقرار شد حالا اونجا. نیکان جان، میگم سیامک بعدم نمیگه ها، میگه این باقی مونده پول خونه رو بزن تو چمدون ارجنگی برداره ببره به دوم پسر بنده خدا، بعدم بگیم سیامک که اومد پول عمل باباشم جور میشه. مامان پری، دایی سیامک نمیدونه ما میخوایم خونه رو عوض کنیم، شما که میدونی. بعدشم الان اگه کل پولو بدیم به ارجنگی دیگه چیزی نمیمونه واسه رهن خونه، بعد بریم تو کوچه زندگی کنیم. بریم، اونا از این شاکی ان که ما ازشون سراغی نگرفتیم. پولم بدی به ارجنگی فرقی نمیکنه، قاطی میکنه. الهی خدا، هیچ وقت کاسه چه کنم چه کنم دست کسی نه. مامان پری، چه؟ چک به اسم نیکان فخاری. علکیه؟ نه بابا علکی نیست، واقعیه، فقط تاریخ نداره، گذاشته بعد تایید تر. خب چرا زودتر بهم نشون ندادی؟ میخواستم بگم، به دایی هم میخواستم بگم، دیگه اعصابشو خورد کردی، قطع کرد. من اصلا این اعصاب داری که من خورد کنم؟ حرفا میزنی و میگم تو همه کارات، اخلاقت، رفتارت، لنگه بابا حسن خدا بیامرزته، فقط جور بزور جنمت به من رفته، قبول داری؟ قربونت برم عزیزم. این چی میگه؟ شما براش درست کردی؟ من نه بابا، این چیه مثلا الان؟ صدا نداره هواپیمات؟ چه دیگه داره؟ اینطوریه صدا؟ نه صدا موتوره اون. نه Thank you.